در این ویدیو از ابتدای تونل در انتهای خیابون استقلال و ایستگاه مترو شیشانه به منطقه زیبای گالاتا در قلب استانبول خواهیم رفت. منطقه‌ای که شما رو با سازهای سنتی ترکی آشنا می‌کنه. حال و هوای کافه‌های متفاوتش رو تجربه می‌کنید. با لوکیشن یکی از شعبات رستوران نصرت آشنا میشین، یکی از معروفترین کافه ها برای تست شیرینی سن سباستیان رو بهتون معرفی میکنم. پس در این ویدیو با من همراه باشید. سلام به همه بیننده های عزیز کانال یوتیوب واک ویت بهار. من تصمیم دارم امروز شما را به منطقه زیبای گالاتا در قسمت اروپایی استانبول در قسمت شمالی گلدن هورن یا همون شاخ طلایی ببرم. خب پیاده روی خودم رو از انتهای خیابون تکسیم یا همون منطقه تونل که انتهای مسیر تراموای هست شروع میکنم. در این قسمت شما هم مسیر ابتدایی تراموای رو دارین به طرف میدان تکسیم و هم میتونین از طریق ایستگاه متروی شیشانه به این قسمت بیاین و به طرف برج گالاتا برین. خب خروجی ایستگاه متروی شیشانه یه دربش در همین قسمت در قسمت تونل هست و در دیگرش هم دقیقاً در کنار ورودی برج گالاتا. خب من این مسیر رو ادامه میدم به طرف برج زیبای گالاتا و از شما میخوام که با من در این ویدیوی زیبا همراه باشین. الان هوای استانبول تقریبا حدود 13 درجه هست. هوا بسیار مطلوبه برای پیاده روی. در ماه مبارک رمضان هم هستیم و در یک روز بسیار زیبا از فصل بهار. بذارین این کپسول‌ها رد بشن. این مسیر رو با شما همراه خواهم شد. خب با خدمتتون عرض بکنم که در حال حاضر شهرداری استانبول در حال تعمیر برج گالاتا هست و تا چند وقت دیگه مرمتش به پایان میرسه و نمیذاره فیلم بگیرم براتون. باز هم بعد از مرمت برج گالاتا من به گالاتا خواهم رفت و برای شما ویدیو تهیه میکنم. خب الان از تونل در انتهای خیابان تکسیم قدم میزنیم به طرف برج زیبای گالاتا. این منطقه به دلیل فضاهای بسیار زیبایی که برای توریست ها، فضاهای جذابی که برای توریست ها داره، جذابیت بسیار زیادی داره و خب قدم زدن در تاریخ استانبول هست بسیار فرهنگ غنی داره و منطقه بسیار مهمی هم در استانبول محسوب می شده از گذشته تا به امروز. Uh,
در این قسمت شما میتونید در این منطقه میتونین کسانی که علاقمند به سازهای ترکی هستند به این قسمت بیان. اینجا فروشگاه های سازی وجود داره که هم میتونن با سازهای ترکی آشنا بشن، هم اگر قصد خرید داشته باشن در این منطقه میتونن فروشگاه های مختلف سازهای ترکی رو ببینن و اون رو امتحان بکنن. البته اگر به این منطقه اومدین، اینجا شهرداری بیوگلو فضایی رو داره، اگر اهل نواختن ساز هستین در اون فضا به راحتی میتونین از کلاس‌های موسیقی و کلاس‌های دیگه‌اش به صورت رایگان استفاده کنین. دقیقاً در خیابون استقلال شهرداری بیوگلو. بعد تنها بیام که جواب محبت این پیره مرد داده بشه. کوچه پس کوچه های باریک، ساختمان های بسیار زیبا، سرشار از کافه و رستوران و حال خوب. خلایی هستین. خب با توجه به اینکه خیابون گالاتا، خیابون یعنی منطقه گالاتا محبوب برای توریست های خارجی، بسیاری از ساختمان‌های قدیمی تغییر کاربری دادن اینجا و تبدیل به کافه، هتل، هاستل، رستوران و سرویس‌های خدماتی برای گردشگران شدن. یعنی شما به راحتی میتونین در این منطقه اقامت داشته باشین و در قلب استانبول لذت ببرین. واقعا به نظر من ترکیه همه نیازهای یک توریست رو تامین میکنه، از رستوران ها با لول های مختلف، رستوران های مقرون به صرف، اقتصادی، متوسط و رستوران های لوکس گرفته تا اقامتگاه ها با همین شرایط، بارها به همین شرایط، کافه ها و از هم مهمتر سرویس بهداشتی در هر منطقه. این چک کوچه ها بامزه و شما میتونید در کوچه پس کوچه قدم بزنید و لذت ببرید. همینطور که عرض میکردم، تمام نیازهای گردشگران در این منطقه جواب داده میشه. گیفت شاپ های بسیار زیبا در منطقه گالاتا. معمولا افرادی که به تکسیم میان، به حال تکسیم امتدادش خیابون استقلال، خیابان طولانی هست و ممکنه گاهن خسته بشن. در دو روز بیاین اگر مسیر خستتون میکنه و حتما به گالاتا بیاین. واقعا حال و هوای کوچه های اطراف
Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayatınıza renk katmayın. Ellerine sağlık. Teşekkürler. İyi akşamlar. Hem Türkiye mibini, gift shop'a muhtelif. همطور که عرض کردم اگر پیاده روی طولانی در خیابون زیبای استقلال براتون خسته کننده است، در دو روز بیاین این منطقه، تو برنامه هاتون این منطقه رو در دو روز قرار بدین و یک بار خیابون استقلال رو از میدان تقسیم شروع بکنین و دفعه بعد به منطقه زیبای گالاتا بیاییم. این هتل های بسیار زیبا در خانه های قدیمی استانبول که تغییر کاربری دادن. همطور که گفتم خدمتتون، به راحتی شما میتونین از ایستگاه مترو شیشانه به گالاتا بیاین، یا یعنی از هر دو درش، چه از این دری که در منطقه تونل در انتهای خیابون استقلال هست وارد این منطقه بشین، و چه از خود میدان شیشانه که به برج گالاتا میرسه. خیلی بامزه است واقعا. من هیچ وقت نمیتونم فکر بکنم که در این کوچه پس کوچه ها بتونم رانندگی کنم، ولی میبینین که چقدر بامزه. دائم خود را در حرکت هم و خیلی حوصله دارن واقعا. چقدر کافه زیبا. داینینگش رو ببینیم. خب الان در تعطیلات نوروز هم هستیم و استانبول تعداد قابل توجهی از گردشگرای ایرانی رو هم در خودش داره و بسیار جذاب حضور در کنار ایرانیای عزیز. خب من دیگه کم کم دارم به گالاتای خوشگلم نزدیک میشم، جایی که برای همه کسایی که عاشق استانبول هستند فقط خاطره خوش داره و حس و حال خوب. این مسیری که از تونل از انتهای خیابان تقسیم ادامه میدیم به اینجا میرسیم، در امتداد این مسیر میتونیم به گالاتا پورت برسیم و منطقه کاراکوی، و به اینجا که میرسیم میتونین برج زیبای گالاتا رو ببینین که در حال حاضر در دست تعمیره و تا چند وقت دیگه تعمیراتش به پایان میرسه. اطراف برج زیبای گالاتا کافه ها و رستوران ها و بار های متنوع. و گردشگرانی که از این فضای زیبا خاطره می سازند. بسیار زیباست این برج. خب ارتفاع برج گالاتا 61 متره و از اون بالا کاملا میتونین یه نمای 360 درجه به استانبول داشته باشین. بسیار جذابه نمای بالای برج گالاتا. حتما در آینده شما رو با خودم به بالای برج خواهم برد. همینطور که میبینید در حال حاضر
گالاتا در دست تعمیره. در کنار این میدون رستوران نصرت هست که حالا به واسطه اینکه فضای تجهیزات شهرداری برای مرمت برج اینجا قرار داره، فضای داینینگ بیرونیش رو آوتدورش رو جمع کردن. معمولا تا این وسط ها پر از صندلی و میز هست رستوران نصرت. در حالت عادی که اینجا این برج بازدید داره، این منطقه مملو از جمعیت هست و تمام اینجا صفهایی هستش که توریست ها برای بازدید از برج گالاتا اینجا تشکیل میدن تا بتونن برن بالای برج و اینجا رو ببینن. خب شاید تو خیلی از ویدیوهایی که از استانبول گرفته میشه شما این کافه رو دیده باشین، کافه‌ای که چیزکی که سن سباستیانش خیلی معروف هست در استانبول و میتونیم بیاین اینجا و شیرنی‌هاش رو امتحان کنین. اینجا همون شیرنی‌های سن سباستیان معروف استانبول رو ارائه میکنه. بذاریم ببینم از این نما میتونم آره داره اینجا میتونم بهتون نشون بدم. ببینین اینم یک کیک کامل شیرنی سن سباستیان قبل از برش. شرکت های جهانگیره. بله این همون کیک های معروف چیز کیک های معروف استانبوله که شما در ویدیوها میبینید که بسیار مورد پسند گردشگرها و توریست ها هست. خونه های رنگ بسیار زیبای منطقه گالاتا که لوکیشن بسیاری از عکس ها در استانبول همین منطقه زیبا و همین ساختمان های زیبا هستش. اینم یه کلی از اینجا رو بهتون نشون میدم و اینجا همون منطقه هست که عکساش رو در ویدیوهای استانبول شاهد هستیم. برج زیبای گالاتا در کنار خانه های رنگی و سراسر پر انرژی این منطقه، کافه های زیبا، بسیار حال خوبی داره این منطقه و قطعا باید زمانی که به استانبول زیبا میاین بازدید از گالاتا رو در برنامه هاتون بذارین، چه برای تست کردن سن سباستیان و چه گرفتن عکس یادگاری و لمس حس خوب استانبول زیبا.
خب اینجا غیر از سن سباستیان شیرینی های ترکی رو هم میتونید امتحان کنید. در اینجا شیرینی فروشی ها و کافه های بسیار خوبی داره که تک تکشون ارزش یک بار امتحان کردن رو قطعا داره. آها، فکر کنم توی ویدیو کادیکوی بهتون گفتم که ترک ها نخود پلو رو بعضی هاشون با سس کچاپ میخورن و اینجا ببینین سر میزشون سس کچاپ و ترشی فلفل هست به عنوان غذایی که به عنوان تمدهندهی که برای نخود پلو در نظر میگرن. حتما امتحان بکنین، یه طعم متفاوتی رو بهتون میده و البته جذاب هم هست، پشیمون نمیشین لااقل برای یک بار نخود پلو رو اگر خوردین با سس کچاپ امتحان کنین. من که بدم نیومد، یه طعم متفاوت بود ولی خب دوست داشتم. واقعا این منطقه زنده، پرهیجان و واقعا همیشه زندگی در گالاتا جریان داره. حالا الان که نزدیک افطاره ولی با این حال هم همینطور که میبینید گردشگرها در حال قدم زدن در اینجا هستن. کوچه های استانبول رو ببینید چقدر پر شیب، یعنی با شیب تند هست، خیلی جالبه واقعا. خب این منطقه گالاتا در دوره باستان توسط یونانیان تأسیس میشه. در طول تاریخ تحت حاکمیت امپراتوری روم، امپراتوری بیزانس و امپراتوری عثمانی قرار داشته. در قرون وسطا گالاتا به عنوان یک مرکز تجاری مهم برای اروپایی ها بوده و همینطور برای در دوره عثمانی هم به همین طور به همین شکل فعالیت داشته. کلا منطقه بسیار مهمیه. من این کافر خیلی دوست دارم، پایدار گالاتا هم خونه یک یهودی بوده و تغییر کاربری داده کافه شده و خیلی کافه خوشگلیه. یه راهروی باریک داره که ختم میشه به یه رستوران بسیار پر انرژی و جذاب، کافه رستوران. بله عزیزان، اینجا میدان شیشانه هست، منطقه شیشانه هست، ورودی بخشی از منطقه گالاتا. اگر خواستیم قدم بزنید در گالاتا میتونید از این منطقه هم وارد بشین و حالا با وسایل حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس، دلموش یا همون مینیبوس های کوچیک، ون های کوچیک ترکی یا ایسکای مترو به این قسمت بیاین و از این قسمت مستقیما به طرف برج زیبای گالاتا حرکت کنین و لذت ببرین از فضا، از کافه ها، رستوران ها و کلن این منطقه زیبا و خاطره انگیز. خب امیدوارم که این ویدیو براتون مطلوب بوده باشه. لطفاً پیج من رو دنبال کنید، من رو سابسکرایب کنید. خوشحال میشم برام کامنت بذارین تا از کامنت هاتون بتونم نظراتتون رو مطلع بشم و در بهبود روند ویدیوهای واک وید بهار قدم بردارم. دوستتون دارم و خوشحالم از این که من رو دنبال میکنید. اینجا هم که همون منطقه
شیشانه هستش. در قسمت شمالی گلدن هورن یا شاخ طلایی استانبول.